امروز کارزار پرشکوه اراده ها برای آزادی در 67 روز اعتصاب به مناسبت ماه محرم، ماه قیام و ایستادگی تا آخر. من پرزیدنت اوباما و دولت او را مسئول می دانم، چرا که او قول حفاظت به مادرم داد و سازمان ملل که باید وضعیت و سرنوشت این حبس‌ساکن بیگناه را به عنوان افراد حفاظت شده تضمین کند. وقتی 36 گرد اشرفی در سال 88 اسیر نیروهای مالکی بودند، آموغ کسی که خبر آزادی گروگانها را به من داد مادر مجاهدم بود که در نگاه و لحنش تمامی عشق و عواطف انقلابیش نسبت 36 تن را می شد دید. وقتی که با هیجان به نزد ما آمد و گفت بچه ها آزاد شدند و حالا خود او بیش از 65 روز است که در دست نیروهای مالکی اسیر است و همیشه به این فکر می کنم که این بار چه کسی خبر آزادی آنها را به من خواهد داد. جنگل می رود که گسترده تر و سرسبز تر گسترش یابد تا هزار اشرف نو بنا کند. روی سخنم این بار نبا تبر به دستان که به سودای پوچ قل و قم درختان کمر بسته اند، که با تیز کنندگان تبرهای قاتلین به سنگ مماشات و سکوت و استمالت است. و اینک تاریخ است به نظاره، باید ایستاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد به ظاهر، بر آستان دری که دربانش در آویخته خوف، نبر در که بر گوش خیش. به قیمت رهایی جلاد از مکافات، جلادی که تبرش را با سکوت و بیعملی تیز می کند تا به پاس سکوت شما آن را بار دیگر بر گردن مظلوم دیگر قویتر فرود آورد. ما سیم سر به راهی در نهادیم پا که رسالتی است از مولای من حسین و شکستن هر بن‌بستی را برگرفته از خون جاری دوران که چراغی است فراروی انسان. ما مسیر نگاه ما نه بر شما که بر عزم جزم خودمان است، که با خروش خود خواب خوش را بر چشمان خفتگان حرام کنیم. ما فریادیم و آتش فشان جوشان خلقی خروشانیم. نه وفاداری نه وفا خواهی که به قلب من ببرد راهی، چو جان من افروزد، چو جان من افروزد. همه خود بینی، همه خود خواهی، نشود پیدا دل آگاهی. ز من وفا آموزد، ز من وفا آموزد. هفتن 70 روز است که ایستادند این پیش رو شاخه های نور را، هرگز اسارتی به دست شب نخواهد بود. ای جانبازان رزمندگان، اکنون کجا انسانی مو انسانی را آزادی کو؟ هم منتظر حادثه هم ف
فکر خطر باش، فکر خطر باش. But unfortunately, we have not seen anything from you except silence and preconception of murderers and criminals.